دو تا از دوستام امروز قراره بهم کمک کنن، شدن بلای جون، اومدن اینجا فقط دارن از در و دیوار و ساختمونا عکس میگیرن. نیست جفتشون هنرمند معمارن، خوششون اومده از این قسمت از شهر که اینقدر همه چی مدرن و شیک و زیباه. با من همزمان را بیه چتر رو بگیر رو سر دوربین که دوربین خیس نشه. این همکارمون داره چه کار میکنه؟ محو این اسم شده از اینجا. نه این گفته خواستین اگر بدونین که این کجا ما این فیلم رو گرفتیم، این ساختمون جدید مال تراویگو هم دارن الان ازم میخندن، میگن تریواگو رو اشتباه گفتی. آقا اسم تریواگوه، ببخشید من اشتباه گفتم. ایستاده بودم داشتم فیلم میگرفتم، یو گفتم چرا بارون داره رو سر من میریزه، بعد نگاه کردم دیدیم اینجا سقف بازه. این قسمت از شهر اصلا یک فاز و حال و هوای دیگه داره، خیلی مدرنه، همه چیز نوساز و شیک و پیکه. این قسمت هم راستشو بهتون بگم، اینقدری که شما الان تو دوربین دارین میبینید قشنگه، قشنگ نیست. خیلی توی فیلم کیفیت نور و اینا بهتر شده، قشنگتر شده. واقعی که بیای اینجا به این قشنگی نیستش، ولی گفتم حالا به هر حال نشونتون بدم. حالا اگر کسی دوست داشت بدونه کجا هست، اینجا ساختمونا پشت مدینهافن دوسلدورف هستش. این ساختمون هم دیشب ما اومدیم در واقع زیر نظر گرفتیمش، خیلی خوشمون اومد و امروز اومدیم اینجا یه چند تا عکس بگیریم و دیگه با این ویدیو هم همزمان این عکس گرفتنامون رو ترکیب کردیم. سلام بچه ها، امروز یه ایده خیلی متفاوت نسبت به تمام ویدیوهایی که تا حالا داشتم براتون میخوام بگم، و این که موضوعی که توی مذهب در واقع ما باهاش فقط آشنا هستیم و اونم روزه هست. وقتی که واژه روزه رو برای یک ایرانی میگی، یاد ماه رمضون میفته، گرسنگی میفته و افطارش و سحری بیدار شدنش و یا هر چیز دیگه ای. ولی این واژه برای یک آلمانی یا یک اروپایی کاملا مفهوم متفاوتی داره. کلمه روزه توی آلمانی میشه فستی، و وقتی که به یک آلمانی میگی روزه میگیری، جوابش به نظرتون چی هست؟ جوابش مسلما بله هست، یا حداقل کسی رو میشناسی که روزه میگیره. ولی روزه ای که اینها میگیرن روزه قضا گرفتن نیست. واژه فستن برای اینها معنی این رو داره که از یک چیزی به قولن دست بکشی، به یک چیزی فکر نکنی، به یک چیزی که بهش خیلی شاید علاقه داشته باشی فکر نکنی دیگه و ازش دست بکشی، و به جای اون یک گزینه ای رو که میتونه برای زندگی مثبت باشه رو جایگزین کنی. مسئله این که چطوری رو خب مثال هایی از روزه گرفتن آلمانی ها که من شنیدم باهاشون تجربه کردم رو میتونم براتون تعریف کنم. یکی از دوستان بود، یک دفعه گفت که میخوام روزه بگیرم، و خیلی برای من تعجب آور بود که میخواد روزه چی بگیره. روزه ای که اون میخواست بگیره روزه فیسبوک بود. تقریبا این موضوع به 5-6 سال پیش برمیگرده که فیسبوک خیلی هنوز توی اوج بود، خیلی ها به فیسبوک وابسته بودن، مدت زمان زیادی رو توی فیسبوک میگذروندن، و به خاطر همین این تصمیم گرفته بود که روزه فیسبوک بگیره. در واقع کاری که اون میخواست بکنه این بود که به مدت یک ماه اگر اشتباه نکنم فیسبوکش رو دیاکتیو کنه و اصلا سراغش نره، با وجود اینکه میدونست که خیلی بهش وابسته هست، خیلی بهش علاقه داره، مدت زمان زیادی رو ازش میگذرونه. و میگفت که به جای اینکه بخوام فیسبوک بگذرونم وقتم رو، تصمیم گرفتم که رمان بخونم، هر تعداد بیشتری که بتونم کتاب بخونم و رمان بخونم. دومین تجربه‌ای که میخوام براتون تعریف کنم در واقع یکی از همسایه های من بود، یک پسر بود که دقیقا خونه روبروی من زندگی میکرد و بسیار بسیار آدم دانایی بود، خیلی اهل کتاب خوندن و مشورت کردن و صحبت کردن و اینجور چیزها بود. و این یه دفعه من بهم گفت که توی ای بی یه موبایل چوبی سفارش داده و یه اسم خیلی خاص داشت که در واقع یه اسم تخصصی داره در مورد این قضیه، اسم رو نمیدونم، اگر دونستم اینجا میذارمش. و گفتش که این موبایل رو من خریدم، موبایل چوبی هست، دقیقاً اون موقع آیفون 5 داشت، میگفت دقیقاً هم ابعاد و وزن و همه چیزش این آیفون 5 میمونه،
که من این آیفون رو میذارم توی جیبم و میخوام هر وقت که دستمو میکنم تو جیبم موبایلمو در میارم ببینم این موبایل چوبیه هست، یا مثلا حتی بدون این که بخوام درش بیارم بدونم که این موبایل چوبیه که تو جیب منه. و اون زمانی رو که من داشتم برای استفاده از موبایلم مصرف میکردم رو از این به بعد به جاش بازم کتاب بخونم. دانشجوی آی بی ام بود و بی بی ال، چرا من گفتم آی بی ام، دانشجوی بی بی ال بود و بسیار آدم فهمیده‌ای بود. بعد از یک سال من یک بار باهاش صحبت کردم، گفت که من انقدر بهم این قضیه کیف داده و برام تاثیر مثبتی داشته که تصمیم گرفتم تمام آخر هفته ها و از ساعت 6 عصر به بعد این کار رو انجام بدم که موبایل چوبی تو جیبم باشه به جای موبایل اصلی که دارم. الان دیگه هوا خیلی سرده، میبینید که بخار داره از دهن من میاد و خیلی هم داره تاریک میشه. تمام این حرفا و این تجربیات رو براتون تعریف کردم تا یک نتیجه بهش برسیم و نتیجه رو براتون بگم. و اینکه این واژه روزه گرفتن رو اگر شنیدید از یک آلمانی بدونید که موضوع چی هست. و دوم اینکه چقدر فکر خوبیه که آدم این کار رو انجام بده، در واقع روزه بگیری از چیزایی که به نفعت نیست و میتونه برای زندگیت یا بدون اثر باشه یا با اثر منفی باشه. مثلا این که نمیدونم، شاید با کامپیوتر زیاد کار میکنی، شاید وقت زیادی رو توی اینستاگرام میگذرونی، شاید وقت زیادی رو برای سرچ کردن جستجوهایی که به دردت نمیخوره رو میگذرونی، یا هر چیزی دیگه ای. باید این رو خودت فکر کنی و ببینی که چی رو از زندگیم حذف کنم و چی رو جایگزینش کنم که برام میتونه مؤثر باشه. پس اسمشو میتونی روزه گرفتن بگذاری یا فستن بگذاری اگر میخوای آلمانی بگی، و این کار رو برای زندگیت انجام بدی. تا ویدیو بعد، خداحافظ. دومی تجربه‌ای که میخوام براتون تعریف کنم، همسایه روبرویم بود، یه پسر بود به نام فاطمه. تجربه‌ای که میخوام براتون تعریف بعد شد